کجاست دقیقا نبود؟ 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. آن بلاش رو ندادی دیگه. سلام سلام. الو سلام. چطوری بچه ها؟ نرمان چطوری؟ سلام مصطفی. خوشمید بچه ها. چای بریزید بچه ها. میشه چای بریزید بیاد مهمون داریم. به به. چای بریزید. نریمون چرا وضعیت ها اینجوریه؟ تو که به بچه ها نزدیکتر یه توضیحاتی بده. چه اتفاقی کلی حرف زدیم آره با مصطفی اون و داشتم میگفتم که حالا هیروپول بچه ها هم هنوز اونقدر زیاد نیستش که دست ای بی باز باشه تو پیکوبن. من راستیتش یه چیزی رو متوجه نشدم چون پیکوبن رو ندیدم اولش. داشتم گیم خودم گیم میزدم. پیه یا زده بودن بعد بچه ها ایم زدن؟ آره. چرا برنامه داشتن؟ ببین آخه دو تا پیک آخه... مونده بود جلوی هیروهاشون دیگه. یه دونه ایم بود یه دونه اورسا بود. این دو تا پیک جلوی پیکاشون خوب بود جلوی اون چهار تا پیک دیگه شون. ولی اونا آلدی پی ای رو زدن که هم جلوی ایم خوب باشه هم جلوی اورسا خوب باشه. یعنی پی دیگه ای نمونده بود بر بچه‌ها به نظر من. چی می‌زدن؟ خیلی من به خاطر همین چون یکی از کانترهای اصلی آنتی بش خودت می‌دونی پی ای خیلی بد می‌زنه. آره جلو پی دیدم پشمون ریخ. ولی آنتینش مثلا جلو مثلا یه جورایی کشیده بودن انگار حدس میزنم و میگم من خودم نمیدونم تو چیزشون نیستم ولی حدس میزنم مثلا سر اینکه جلو دراگون و سند و اینا راحت استان نمیشه یه چیزی میخواستم بکشن که راحت استان نشه کانتر اسپل داره استان نشه. یه چند دفعه هم سر همین کانتر اسپل اذیتشون کرد ریالیتی ولی خب اول آخر به پی ای نمیچربیدن چیزی نداشتم. پاسیل میتونست به اندازه جلو اون پاسیل هم من ولی این دست هست. من این دست پیکای وینتر رو دوست دارم و تاینی مانکیو دیدیم بالاخره دوست دارم. آره الان خیلی توشون رو دوست دارم. کلن وینتر یه دست برد اونم با مانکی برد دیگه هم آره. پیک نکردن به نظرم میگم بعد به نظر من بهترین پیکاشون وینتر تاینی رو میدن نیچه رو چیزه ممکنه نه هم کریم میدن هم چهار میدن بهترین پیکاشون مانکی و نیچره به نظر من چون همشون خیلی خوب بازی میکنن الان هم مانکی و هم فانتاسما عالی بازی میکنه هم زوم بازی میکنه عالی هم ریالیتی بازی میکنه بعد تاینی هم باز همینطور تاینی هم باز همشون بازی میکنه نیچر هم باز هر چهارتاشون خوب بازی میکنه حتی حالی مانکی هم همه لاینا میتونه بره تاینی هم همه لاینا میتونه بره آره تاینی مانکی نیچر اینا خیلی خوبن همه لاینا بازی میکنن و پلیراشون هم خوب بازی میکنن کمبوی خیلی چیزی دارن آیو بچه ها من به لشراک میگم لشارک اگه شنیدید از من جایی من اینجوری تلفظش میکنم بامزه تر از نظر خودم لشارک و خوشگل تره آیو لشارک دارن؟ تو یه دونه از اون تخم کفترات بعد بخور مصطفی تو بالکن مگه نداری؟ من لشارک راحت ترم برای چی بگم لشراک؟ نکن چقدر زشته وقتی شما میگی لشراک بعد میگی لشارک نکن لشارک چقدر نفست نمیگیره وقتی اون آرکشو میخوای بگی لشارک دیگه نفس کم میارم آقا من یه دقیقه میرم الان میام پیکای بچه های دستم الان دقیقا دی پی سنکینگ ابوالفز جاگرنات تو هم بنگ کردم مدوسا هم بنگ کردم بچه های وینتر اونور الائنس پنگول کتل اینوکر بات وای دوباره بتو بنگ کردن بت خیلی خوب کاش دی پی رو خودشون میسردن به جایی که بنگ کنم اندیگما هم بنگ کردن ببین یه دیسترابتر خوشگل یه دیسترابتر ترتمیز این بازی قشنگ نیاز داره یه دیسترابتری که آیوه رو اذیت کنه یا یه هیرویی که اسپیریت ویسل مثلا ببنده اینون میرانا اینون خود ارت اسپیریت لشتاکو بدیم وسط درسته الان آیو مارس احتمالاً بکشه الیاس مثلا مارس دارم بکشه آره آیو مارس قویه بعد یه تایمی از بازی خود آیو میشسته به لشارک پی ای هم بنگ کردن پیک سوم بچه های وینتر
ببینیم بعد تاینی مانکی یه هیرو رنج ترتمیز میگم من لیچ و دیسراپتر رو دوست دارم. لیچ نیستم اصلا و ابدا. لیچ دیسراپتر رو دوست دارم. لیچ نیست. آقا وینتر هم گل گفتی کیا؟ جله آیا هم خوبه. آره. آنتاسما هم قبلا زیاد میزد وینتر. وینتر جلو لشراک خیلی نیستم. جلو آیو من میگم خوبه. خب آخه معلوم نیست بقیل آسا آیا همین الان آیو لشراک میتونم باشم. من حدسم مارس راستیتش نریم. مثلا مارس بکشن سه. آه. اینم نیگه. نیچه احتمالا رفت کور دیگه. دوست دارم. من دوتا بازی قبلیش هم دیدم نیچر کور بود. نه نیچرش خوبه. اصلا ببین مارس توبلو بود مارس با آیو. چون خیلی لاین قویه. نه هنوز اوکیه. هنوز اون مانکیه ببین اون مانکیه قرار خیلی عزتشون کنه این مارس رو. بچه‌ها جدی که وینو دارن میزنن. آره آره پیکشون قشنگ‌تره این دست مانکی که جلو مارس آیو قوی‌تره. تولو هم میشه من خیالم ببین من فقط میخوام الان یه چیزی مثل اسنپ فایر اون ور بکشن این ور تیمبر آه نه اسکای زدم اسکای پاگنا بنه پاگنا بزنین پاگنا قشنگ همش پاگنا پنج مانکی کری مانکی کری نیچر مید چیز چهار تاینی شو قبل باختن اعتمادشون کم شده با پاگنا اعتماد پاگنا پاگنا تمومه وینه پاگنا بزن وینه یه زنگ چه... بزن بگو پاگنا بزن اسکای خودکشی میکنه اصلا لشراک آره حتی لشراک الان شیشش هی دمیج نمیخوره واردا همون یه بار که روشن میکنه دمیج میخوره ولی بازم خبری نی بازم پاگنا عادیه پایگنا رو نکشیدید نیکس رو بکشید اسپل دمیجشون رو زیاد وینتر خوبه وینتر خوبه جدی نه خوبه وینتر بابا. نه جلو اسکای خوبه نه جلو اصلا سه نباید بگیره وینتر تو این بازی رسما تو ماجیک میخوره دیگه بعد اصلا ببخشید وینتر رو چی میخواد شیش کنه الان وینتر رو هر کی شیش کنه هیچکی نمیمیره ببین من میدونی چی میگم نریم یه پوگنا بدن دست پاسیل بره وسط خب پاگنا رو میدادم پنج نیچر رو میدادم پاسیل آره این چون بیشتر ماجیک دمیج این دست بچهای الیانس تا فیزیکال اصلا شیش وینتر الان مف نمیارزه تو این گیم جدی میگم اگه به وینتر باشه که به من میگم استورم میکشن روست پاسی استورم آره اگه پوگنا بکشن عالیه ولی من نمیدونم چرا فکر میکنم استورم میکشن من به جای وینتر پوگنا رو دوست داشتم یا خود نیکس نیکس هم اذیتشون میکرد اینا رو خیلی هم اذیتشون مثلا نیکس دارکسیر میدادن نریما یه سوال ببین این کوچر دارن دیگه درسته؟ آره اون پیکو بنا رو میگه آره آره اون پیکو خود فانتاسما میزنه یعنی نه خودشون هیچی ارائه نمیدن بگن آقا چرا پیشنهاد میدن اتفاقا خیلی وقتا خیلی از پیکایی که مثلا میبینید جور در نمیاد سر اینه که بچه ها وسطش پیشنهاد میدن خود یارو از اول تا آخر پیکو بنا نمیکنه ولی خب پیکو بنا رو ای بی میگه کوچشون میگه بیا پاگنا رو بند دادم ببین چقدر زشت که پاگنا رو با وجود وینتر اونو بند دادم برو بابا یه وارد به کار 25 درصد کل اسپل دمیج اون میره فعلا خدا حافظ نمیگه کجا کیا میام پیشت باش فعلا یه وارد به کار 25 درصد اسپل دمیج کل این 4 نفر کم میشه میدونی یعنی چی رسما دمیج نمیزنن انگار پایپ دارن وارد میکاره رو زمین انگار پایپ زده پایپ دائمی زده خدایی قبول دارم این بازیش نه اسکای دمیج آره؟ میده نه لشراک دمیج میده نه مارس دمیج میده اصلا جرئت نمیکنن دمیج بدن به کی میخوان دمیج بدن خودشون میسوزن توی وارد بعد وارد زنم نیستن نها کنی اتک اسپید اونقدر زیادی ندارن مگه اینکه حالا بریم میشه دراگون زد دوباره هنوز هم پریشونه کری لشراک کری فکر کنم میکشن لشراک نیکو بیبی من ندیدم تا حالا لشراک بره منم ندیدم ولی دارم میزنن دیگه چون الان تنها کسی که قابلیت کری داره بین اینا ممکنه دراغون کری هم باشه ممکن نیست آیو کری باشه آیو کری ممکنه پچ کی چار باشه ابوالفضل مارس رو مثلا بدن ولی نه من فکر میکنم آیو رو چیز بازی میکنه
همین سیتوما بازی میکنه. بذار ببینیم چی میکشن. الان تیمبر هم دارن اگه بخوام بکشن. تیمبر جلوی چی؟ اون اسکای میجلش رو خیلی سخت بازی باشه. پوزیشناشون به هم نمیرسه. جلوی ستایی روی دیگه شون خیلی قویه. میتونن چیز بکنن. آخه من نمیدونم الان نیچر رو کجا میدن. وسط میدم یا تاینی رو کجا میدن. بذار ببینم چی کشیدن. اوکی تینکر کشیدن. تینکر خوب بود. تینکر خوب بود. اوه سرور دیسکورد رو میذاری رو روسیه. ایسی بهم میگه اگه بازی جور عجیب غریب پیش نره وینتر راحت تو بزنه. به خدا راحت بازی کنن پیکشون خوبه. من این دست باز پیکشون دوست دارم. فقط میگم اگه به جای وینتر پارینا داشتیم دیگه ساعت هیچ بیشتر دوست داشتیم. سری آیتما رو بگیم. ریالیتی با 3 شروع کرده، کویلین بلید و استیک گرفته، فانتاسما مثل همیشه چخچخ زیاد، پاسیل سیوه میخواد بره برای سورینگ، هنوز میدم سورینگ باتل میخواد بگیره، کچل بلایت استون گرفته با کلی برنج، مانکیه زوم هم که با اورباف ونوم و سلف تانگو شروع کرده. اون ور رو بریم ببینیم. آیو با هدرس، اسکای با یه نول گرفته با تانگو، نیکو بیبی کریه. من تا حالا دراگون کری نیده بودم. با بریسر شروع کرده، لشارک هم که میخواد بره برای من تا حالا دراگون کری نیده بودم. تو کلا نیده بودم اما اول فردا تو یکم نیده بودی دیگه دراگون کری. سر اینکه خب اونجوری الان میگم کرسو رو هر کی بزنه اصلا یارو آخره میگه، چون دمیجشون از رایت کلیک نیست، اینا دمیجشون از ماجیکاشونه. تاینی رو دادن کل. این دراگون کری هم چیزه، من فکر میکنم مانکیو میدن ریالیتی. دیدانتون رو ویم میکردن اونجا. شاید الان با تاینی بتونن این کار رو کنن. به بازی بستگی به زوم داره، یعنی بازی تا 7 دقیقه 10 دقیقه اول بازی رو دستای زوم باید به چرخه کل بازی. مانکیو من خیلی بیشتر بودم، هم چیز دوی اسکای رو میسچیف میکنه، هم جلا مارش خیلی زور میگه اگه مانکی کری بود. تاینی کرید کلا متاتره ها از مانکی، یعنی تاینی خب فارمش بستره، ولی خب لاین رو بهتر میزدم با مانکی. ببینیم اینجا میرم برای مارس، داره پشت اضافه میشه، اتکای پی در پی جینگو مستریش هم گرفته، چوبو پرت میکنه، میتونم فرست بلادو بگیرم. بله خود زوم هم گرفت فرست بلادو، لیزر آخر پاسیل کارو در آورد، خوب بود. کاش پاسیل بلادو میگیرن و میزنن کف پای سیمتریکال، قشنگ بود. زوم هم اتفاقا زود بوتش بیاد اول فاز. حتی بوت نمیدونم بخره یا نه، نمیدونم چی بخره. نمیدونم چی میخره. مانکی هایی که دیدم هیچ وقت بوت نمیخریدن. آره. تو رنگ های بالا یا پروژنش رو زود میخره دیگه. واردش ببینیم میکاره زوم یا نه. همه شون هم تیپ میکنن زومو. دستی هم تکون میده اون پشت برای وی ها. ترسید پسی بخوره دیگه. بیاد لاین رد شو قضیه پی در پی رو بخوره وسط، ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا که فرست بلاد خود بچهای وینتر گرفتن، یه لیزر میزنه به ویها، حساب کار بیاد دستش. رهبر تا لست اول رو خیلی خوب داد پاسی. واقعا دوست دارم وسط رو بیشتر نگاه کنیم ببینیم میتونه فشار بده این ویها رو. میس میده استانش رو ویها. به به فشار رو شروع کرد دیگه پاستیل. اول هنوز نتونسته یونیتی رو بگیره ویها، اولیش رو دشت میکنه، بعدیش هم نیست. آخ مرغ فانتاسما رو میزنه آرامیس بالا، ولی مانکی خدای جلو دراگون خوبه. آره مانکی خوبه، دهنش چه میگه خوب دارم فشار میدم. داشتم میگفتم اصلا مانکی پنجم میرفت چهارم میرفت، چون هیراش رو نها کن، خود مانکی دراگون رو تو لاین خیلی خوب فشار میده، خود مارس رو خیلی میزدش. نه دادش چون سلو خرج میکنه آرامیس. من اصلا لاین وسط رو نگاه کنم.
بره بریم وسط رو ببینیم چه خبره. باتل فاسیل داره میاد اونورم، باتل وی ها اومد در جا بهش یه لیزر میزنه که نتونه راحت لسید کنه دیگه. خوب داره کارو در میاره، استانشو میخوره، لایتینگش هم خورده، اچپیش خیلی کم شد. پاسیلی ببینم میتونه بکشتش، نه خبری نیست، خبری نیست. چرا اینجوری شدی اوی؟ دو تا چیز داری، لایتینگ استورم داره، یه دونه اسپلیت ارت داره، دمیج خوبی میده اول بازی. آره کلا یه بیلد گرفته فقط لاین بزنه دیگه ویها، یعنی سهشو دو کرده، یعنی لاین براش خیلی مهمه. فارم عقب میفته ها سر همین، همون لول دوتا رو میگیرن دیگه، لول اپ نمیکنه. لول 5 بعد فکر کنم بره برای دیابولیکشو گرفتن، اصلا الان بعد بره راستشو بخوای، یا مثلا دیگه لول 4 بره خوبه، لول 5 هم میتونه بره، بستگی داره. اگه بخواد خیلی لاین بزنه مثلا دو تا یک دو تا سه میگیره، بعد میره برای دیابولی. وسط داره فشار حد اکثری رو میذاره، میدونه نریمان یا بازی داره، کلا روزای دیگه رو میگم، یا کلا یه بازی دیگه، یه بازی دیگه هم با این تو بریچ دارن. اون تیم چند نامه گروهه؟ اونم ضعیفه، اونم خیلی قوی نیست. آخ 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 اومد آرامیس یه کوخی ریخت اینجا، دید که باتل نداره پاسیل، هیرو روبروش لشارک شروع کرد هرس کردن دیگه. مارس پایین، مارس اسپیرشو میزنه ولی اسلو شده، میتونم برم واسش، نمیره واسش علی ریالیتی چون لولاش هم کولدانه، الان 5 ثانیه دیگه ردی میشه. الان تاسش ردی خوب داره موو میده، اسکای هم رسیده چوبو میکشه، شروع میکنه با چوب زدن، کچل هم اضافه شده، کچل رو میکشن، عجب اسپیری زد، خیلی خوب بازی کرد. این بر فانتاسمان فکر کنم مانا نداره ولی نزدیک بود فانتاسمان بکشن، کچل هم برگشت، فانتاسمان داره تکار رو میخوره، اسپیش خیلی کمه ولی سلب داره، سلب رو به خودش میزنه. چه مو به قشنگی سلب میدادن، خیلی جلو میافتاد، مارسه ریجن نداشت. سلب وسط پاسیل استان شده، پاسیل هم میکشه خوده ویها. خب رفت واسه اینکه همون لاین رو بزنه. آره یک سه گرفته دیگه از لول 5 کچل الان خوب لسید کرده. آره اون فشاری که باید رو نیکو بیبی میذاشتن و گذاشتن باندلسش رو زده، میتونم بگیرنش یا نه، اچپیش خیلی کمه، بادی بلاک میخواد کنه، تترش رو بس کرده، سلب و سلی رو خودش یوز میکنه، اوورچارجش هم زده، چهارتا رنگ جینگو مستری شارج نمیشه رو کله نیکو بچه، میاد دوتا بریسرش رو کامل میکنه، جفتشون دوتا بریسر خریدن خیلی دست خره، بازو گرفتن واسدن تو لاین دیگه. آره اصلا پر نگاه کن، چرا اینقدر اختلاف لول بین تاینی و مارسی زیاده؟ مردش دیگه، مرد همی الان بشه، و اینکه خب یه سری هم کریپ الان اضافه مونده، اینا رو هم باید بزنه تاینی، یعنی یه دونه دیگه هم بزنه تازه مساوی میشن. خب دیدی شد بالا بالا، ببینیم میتونم بگیرم بادی بلاک، خیلی قشنگ کشه با تینتاش داره بادی بلاک میکنه، باندس داره ولی نمیزنه، این شارژ باندسش میخواد بره وسط، ببینیم میتونم بگیرنش یا نه، پاسیو دارن چیس میکنن، یه باندس میزنه، اسلو هم هست، ویها زیر تا کشه هم داره اضافه میشه، میگیره اون بعد آرامیس دیگه، آرامیس درخت رو قطع میکنه، خیلی موو قشنگی داد کشه، آخرین تانگوش هم بودا، اینا اگه نداشت این یکی هم بعد غزل خدافظیشو میخون. آره باید دستشو میذاشت زمین و به خدا توکل میکرد. این بر داره خوب حرسش میکنه، برمیگرده سر لاینش، ارکید هم میخواد فرست آیتم، بلایت استون ارکید یه پول خوبم داره میکنه فانتاسما، آیتمای پاسیل بیاد همه دیگه دیدن دیگه، تینکر یه مقدار دگر چیزش بیاد، آخ 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 اینجا وای گیرش آوردن پاسیلو توی آجی، چقدر خوب واسه رونا اضافه میشن، فقط میان سر رونا، ببین دوتا کوراشون دوتا بریسر دارن، اصلا براشون مهم نیست، اینا نمیمیرن که، جفت ساید کورا اصلا دارن، جفتشون دوتا بریسر چیشون نمیشه، هر جوری شده تاوره میخوام بندازم. آره هم ندارن، آیام اوورچارج روشن کرده، بدجور دارن میزنن، تیپی کرده خود پاسیل بیاد برسه، فانتاسما هم خوب کار کرد، لاین رو کشیده بر اسلوش میکنه ولی
آبزرویشون هم میزنه، کچل اومده درجام تیپی میکنه آرامیس. اصلا ریسک نکرد آرامیسه، اصلا ریسک نکرد. این بر ببینیم زوم اومده باندلسشو میزنه، میتونم بگیرنش. پالسنوواشو روشن کرده، میاد تتر رو وست میکنه، اوورچارجش هم ردیه. استک باید کنم برای پاسیل، خوب هم میتونه استکا رو بزنه با لیزرش. وضعیت علی رو ببینیم، 31 لسید داشته، اون بر نیکو بیبی از لاینش فریتر بوده 38 لسید داشته، نمیشه گفت اونقدر فرق دارن. بریم روی نتفورس ها، تاپ نتفورس بازی لشار که وی های بعدش نیکو بیبی با 2900، کچل 2800، ریالیتی 2600. فارم ریالیتی بچه ها خودتونم میدونید از دقیقه 15 به بعد تازه شروع میشه دیگه، شاردش رو بگیره دیگه کل جنگل و همه جا رو میتونه بگیره. کچل رو بالا نتونست بگیرتش، تیرینتاش هم میزنن. آره خیلی آیالش شک دارن، زیاد موو میدن. وی ها هم اینگیم آینی پایین آرناش یوز کرد، یه تاسفک ولی خبری نیست. آرامیس اومده زیر تاور، اگر لولاش ردی بود که قطعا کشته بودتش. الان استیکو یوز کرده، همچنان سلاس اسپیر رو میزنه، پیم میشه، یه ماجیک میست میخوره، داره خوب فرار میکنه. اونور فانتاسما رو بالا کشن، ریالیتی لای درخت رو مول کرده، تاس داره، میخواد تاس کنه، یه تاس لیزر، لیزر هم داره. خیلی سفته بابا این آوالانچ، هم تازه اتفاقی نیفتاد. اینور زوم کشتتش، بانلس 4 ثانیه دیگه ردی میشه، میتونم برم واسش یا نه. اسپیرش رو میزنه، پین نمیشه، داره میره همچنان دنبالش. کچل هم بالا دوباره گرفتن، نتونستم بگیرنش. اوه دراغون لشراک، حالا ببین تاور رو چجوری میزنن. ستا رنگ که دقیقا لیول 5 به بعد شروع کرد دیابولیک گرفتن. آره دیگه تاور رو شستن کنم. اینجوری که بوش میاد استکام دیدن، یه سنتی هم کاشتن که کمپو بلاک کنن بچه های الاینس. خیلی باگه واقعا، آیو میاد با این اوورچارجش میچسبه به هیرو وسط و سرعت فارمشون رو صد برابر میکنه. آره هم موونت اسپیشش بیلی رادیانس داره میزنه دراگون نایتا، یه بیلی داره میزنه که میگم اصلا تو کرس براشون مهم نباشه، اصلا کسی نمیره همجوری دمیجشون. میگم با چیزهای دیگه از با ماجیکه. بعد یه جوریه که نه کولدین برس به درد میخوره، سه وینتر به درد میخوره، نه شیشش به درد میخوره. مثلا تو این بازی میگم شاید وینتر فقط یکش به درد بخوره. آیو جدا شده، ستیتوما یه باندس میخوام ویها رو بگیرن. آوالانچ چرا آیو نزد؟ واو شر فکر میمیره فکر کنم زوم فرار کردنم سیوش میاد برای روکت میاد. گفتی هم با هم بر میگرد، اونا ایگنورشون کردن رفتن. پاسیل پاسیل میگم پاسیل، علی ریالیتی اومد نذاره وارد و دیوارد کنه، ولی وارد هم دیوارد کرد. مارس میخواد بره برای فیسبوکش، فکر کنم بره برای دگر. زوم زوم هم دید چیزه چی میگن دیکیو دیده الان از پرسپکتیو خودش. کاش چه فوریونه چیز بود راستیتش، پاگ نبود. خوشه وینتر رو میکنم ولی مهم نیست. چیز نیست نه ارکیدش بیاد، ارکیدش ببین، ارکید شاردش اگه بتونه تامین 15 بخره دیگه ساپورتر ها بدبختن. رو هر کی بیاد با ارکید میکشتش، چه آیو رو بکشه، چه آیو رو بره، چه اسکای بره، با شارد نمیذاره اینا در بیان به این راحتی. سپیرش رو زد، دیر زد دیگه، دیر زد پاز آن پاز کردن. دوباره پاستیل فکرم حلالت بشه، پاز رو بغل کرد، دیسکارکس میکنه، حرومت باشه. من میگم تو کمپ بودن این مشکلها رو نداشتن دیگه، لگ و اف بی اس و برق و نمیدونم این داستان ها رو حداقل میگم حس نمیشد اون موقع، الان حس میشه که رفتن خونه قشنگ حس میشه. جالب فرس آیته و خود آرامیس میخواد بره برای هلم آف دومینیتور، همون کمبوی هارپیو میخواد بگیره که حداقل زومو ببینه، ولی
زوم روش ویژن داره دیگه، هر جا ببینتش میتونن بگیرنش نسبت بقیه هیران، مثلا بره بالای درخت تینکر هم خیلی اذیت میشه با این هارپیه، خیلی اذیت میشه تینکر، لای درخت ها بازی میکنه دیگه تینکر. آره آره اینش خیلی پاور رو نها کنی چجوری میزنن. من اصلا پیکشون برای همینه که تاور رو زود بزنن، آره سریع تمامش کنن. دگر تینکر نیومد، دگرش اگه زودتر از این حرفا میومد خیلی قشنگ‌تر میشد. یه اسمی که فورمن از بچه الاینس ببینیم میخوام برم بالا برای زوم یا نه. دراگون، دراگون تیلش هم یه رنگ گرفت از اسموک میاد بیرون، زوم قشنگ داره میبینه تلپورتیشنش رو میزن و کچل میپیچه به بازی. اکوی علی خلوش 1200 دیگه میاد پاسیلم که آره جالب بود. اسپاکشون دوتشون رفتن بالا، دوتشون رفتن پایین، بالا یا فیل شدن ولی پایینی ها کیلو گرفتن. یعنی انقدر بازی نریمان انقدر فشار بوده آیتم جانگلاشون هنوز کامل در نایی برده تیم وینتر. آره یه دونه کم هنوز مینه 11. تم اینقدر اعتماد به نفس دارن، دوتاشون رفتن بالا دوتاشون رفتن پایین، یعنی فورمن نرفتن یه جا اسموک ریالیتی هم پشت داره میزنه. میخوام برم برای آیو، آیو رو میخواد زودتر تموم کنن، آیو جدا شده اسپیرشو میزنه پین نشد. آرنا فیلتر کریت تو یوز میکنه، تاسا ولانچ کرده بوکو کامندشو میزنه، آیو رو کشتن، خود فانتاسما رو میکشن. اچ پی سیمتریکال خیلی کمه، نیکو بیبی اومده دراگون تیلشو میزنه به پاسی، پاسیلو میتونه استان لاک بگیرن، یه استان خیلی قشنگ وی ها وی هام تمام میکنن. بای بک کرد کیتوماد، خیلی بای بکش خوب بود، اگه بای بک نمیکرد شاید این فایت رو میدادم، ولی خب ریلوکیت بای بک رو داشت دیگه. بکنم بیشترین چیزی بود که میتونست میتونه در بیاره از این فایت. فوریونی تاور وسط ولی گرفت فرار که فایت دیگه. اما دقیقه 15 هم به قول نریمان اگه بیاد شارد باید تایمینگش همینه، اصلا باید تا 15 بیاره که فکر نمی کنم بیاره، شارش 1500 تا پولشه. مینه 15 اورکید شارد داشته باشه رو هر کی اراده کنه میکشه باشه، از ساپورت ها منظورمه. دوباره یه اسمو که تومن میخوام برم بالا ببینم روی کچل، نمیخوام بزن تابر به همین سادگی و بیفته. مانکی کینگ آیتم کور داره میخره دیفیوژن یعنی کچل و استانو میزنه سر پالس نوواش. یعنی واقعا میگم و پیک وینته الان مثلا کولدین بریس رو میزد اصلا نمیتونه کولدین بریس اصلا هیچ جلو هیچ کدومشون به درد نمیخوره، رسما جلو هیچ کدومشون به درد نمیخوره. دراگون هم رادیانسش بیاد بازم مجیکشو داره میزنه، خیلی اذیت وینتر تو اینگه. بعد از اسپلینتر بلاست هم فکر کنم بره آرکتیکو پر کنه، یکیشو پر کنه چون خیلی خوبه جلو، حداقل یکیش به درد میخوره چیز مصطفی آره یکیش به درد میخوره. من نیستم واقعا اصلا کلا با این هیرو تو این بازی نیستم، من این بازی نیستم سخته، ولی خب سیگنچر هیروی حسینه دیگه، حسین خوب بازیش میکنه میبیننش کامل. آه یولو یولش کرد، یولش کرد میرم واسش یا نه خیلی داره آرکن دای هود یول با ریلوکیت میخوام برم پایین روی پاسیل 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 عالی بود عالی بود. دگرش هم اومد بعید بدونم به همین سادگی دیگه بخوان بگیرنش، مگه اینکه هارپیو گرفته باشه. من نمیدونم هارپیو گرفته اسکا یا نه، یه اسکوک هم هست اومده خالی اومد بنده خدا. اورکیده کچل هنوز نیومده ولی 5 تا کچل تینکر گرفته. نه این کارش نیست، پاسی دقیق بدونم بیاد الان وسط بالا رو فشار بدن تابه رو بگیرن یه ذره اسپیس بشه بعد از ریالیتی راحت بتونه این تریانگل و این بی کمپ لاین بالا رو قشنگ فارم کنه، آیتماش بیاد. اکوش اومده شاردش هم بگیره دیگه، عشق و حال تازه شروع میشه برای تاینی. تاینی هیروی لیتیه دیگه، پایین هم گرفتن کچلو، انقدر تو جنگل چرخیدن که گرفتن بالاخره کچلو. اورکیدشو ولی خرید حداقل
اینور وی ها رو میبینن. آیو هم تیپیک کرده ببینیم، میرم واسهش پینگش میکنن. آخ 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 دیدنش بکنم کارش تمامه دیگه. زوم به موقعم استانش کرد. وی ها هوا جمع بود از لان پرید دیگه. نه نه پرید از جلو روش پرید اون و یه لحظه ویژنش رو گرفت دیگه از توی میدیوم کمپه. آفرین پاستیل که کینو نزد، تیپیشو زد. کینو میزد 100% میمرد. خیلی خوب حداقل اینجا رو خوب بازی کرد پاستیل. حالا دارم یه دنبال کچر، کچر یه بلاک میکنه، تیپی میکنه، دوباره برگرده. قشنگ بود. همین کارو هی ادامه بدن که خیلی عالی میشه. یعنی حداقل آیتمای پاستیل بیاد بیفته تو مپ. این دراگونی که رادیانس دقیقه 16 بازی اوورده حداقل کاراشو بکنه. هنوز تاپ نتورس بازی سه تا کور بچهای الاینس 16 دقیقه بازی گذاشته، 9 کی اختلاف نتورس برای بچهای الاینس. بالا ببینیم فایت میشه یا نه. ریلوکیت خالی رفت ولی کچلو کش خودش بکنم بمیره دیگه. اینجا دمیج خیلی زیاد داره میزنه، زوم هم میکشه، یه آوالانش به تتر رو وصل میکنه تاس. حالا خود آیو هم میتونن بکشن. آیو 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 یه ذره از مارسه ترسیدن. آره آره ببینیم فایتی میشه اینجا. نه خبری نیست فعلا. آیتم دوم میخواد بره برای دگرش نیکو بیبی بعد از رادیانس. با ایلوژناش هم داره قشنگ پایین و وسط و یونیتاشو میگیره. کاش آقانیم راش کنه پاستیل. خیلی جلوی هیروهای استرنگت این توجی خوبه، مارس و دیکی و آیو و اینا. یه لنز رو فکر کنم هم کارو بکنه. لنز رو بیخیال شه حدس میزنم. یه زب بره آقانیم چون خیلی دیر میشه لنز. آقانیم میخواد بره آقان. آره دیر میشه. اینجا وارد دارم میبینم مانکیو. آخ آخ اسفیرشو میزنه، فلرش هم میکاره و تمامش میکنه. نداکن چه یونیتی هم رفته گرفته آرامیس. این یونیت گلیه رو گرفته. آره جی جی کارو در بیاره. آره سنسیاشونو میزنه آرامیس. چند تا میده تو دقیقه؟ 20 جی پی ام میده دیگه. اگه 5 نفر بغلش باشن انگار 100 تا جی پی ام اون تیم جلوتره دیگه. ولی خب چسبونده به خودش دیگه، مثل یه فیلاسیفر استونی چیزیه. کچل هم خوش اومد داره فارم میکنه، میدونه اصلا اینجا هیچ خبری نیست. ولی کاش که یه واردم اول فاز نریم با خودش می آورد دیگه. یه وارد آره میکاشت اینجا نبود. آره خیلی خوب میشه. درست بیشاری اینجا رو کنم جانگیدینا فارم میکنه. آخ 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 وی ها کچل شت. میگم این وارده دقیقا برای همین داستان گفتم، هم شبم بود ویژن نداشت. آره آره قبول دارم کاملا حرف تو. با وارد بره اینجور جا خیلی خوبه، چون حداقل ببین فارم تینکر رو نمیزنه دیگه. تینکر نیچر الان دنبال فارمن. تاینی که خودش فارمای سیف رو میزنه، فارمای خطرناک رو یه ذره شو تینکر بزنه، یه ذره بعد نیچر بزنه. اگه نیچر میتونست اینجا رو واسه خودش با وارد سکیور کنه خیلی خوب میشد. حرف درستی زدی. زومو بکشم، باندلشو میزنه، میتونه نداره دیگه، بسته بود به خاطر رادیانسش نمیتونست تریدنسشو یوز کنه. گیلیفو یوز میکنم بچهای وینتر تا بره وسط. نمیخوام به همین سادگی بدن. دیابولیک 13 ثانیه دیگه ردی میشه، واردشون مشخص میشه فکر کنم. با ریلوکیت میخوام برم پایین رو کچل. کچل تیپی میخواد کنه، ایولش میکنه لحظه آخر. بی کی بیش هم اومده ارکیدش رو میزنه ولی فایده نداشت. مینترکیت رو زدن به نیکو بیبی. نیکو بیبی تنهای اینجا با ریلوکیت دوباره بر میگردن، میخواد به روی پاسیل. بی کی بی هم داره پالستوماش روشتن که دارم جیمیره دنبالش. ماتریکس یوز میکنه، یه بوکن کامر باندت رو میزنه، میتونم بگیرنش. وای وای کرده خود کچل، نتونست آیو رو بزنه. زومو میگیرم حجه پی در پی. وای تته رو بس کرد، بازی کرد. چقدر تلنت خوبی گرفتین. 400 تا هیل تو گرفته نیکو بیبی. سر همون سیر میتونم بکشن ریالیتی یا نه. ریالیتی از این ویزم اومد بیرون، دایبک میشه پاستیل.
وای بکم کرد خیلی عقب افتاد دیگه، اومد زیر آرامیس. آجی اینا حمله میکنن میان زورشون، زورشون رو میدونن، زوره هیروهاشون رو میدونن، میدونن زورشون میرسه. الان کچل هم حالا داره یه ویف کات میکنه، ولی من نمیدونم چقدر بتونه موفقیت آمیز باشه. دارن فورتی هم میدن. بعد از این بایی بکی که کردش نتورتش قشنگ اومد پایین، خیلی بد شد به حالش. پنجتایی دارن میزنن دیگه، 15 ثانیه طول میکشه تا بکدور برگرده. کام تو این 15 ثانیه زدن دیگه، 3-4 ثانیه دیگه آره بکدور اومد. بکدور یکی از دلایلی که اومد فایت هم گرفتن دوباره همین عشقیه دیگه، هارپی. آره هارپی ویژن کامل، ویژن اصلا نامردی. یادت قبلا میگفتن لول نامردی بر ندار، هیرو نامردی. آره، نامردی بر ندار. نامردی آره، هیرو نامردی. نامردیه واقعا. یه اسمو که دیگه میخوام برم بالا سر پاسیل، بعید بدونم بخوان به همین سادگی پاسیلو بکشن. دیدم میره رو آرامیس. تا ساولان چه قشنگ نتونست دبلشو بزنه، باندل میتونم بکشنش. آره این قشنگ بود، ولی این ورم فانتاسما رو کشتن با ریلوکیت. اومده 5 ثانیه دیگه میره که کچل میتونه زنده بمونه یا نه. نه کچل هم گرفتن، تیپی میکنه زوم. قشنگ بود، تاس آوالانچش قشنگ بود، پرید توی تاس علی ریالیتی دیگه. آره پرید سیف بده ولی نرسید به اینکه بخواد بزنه، تاس شدم اونو. خیلی هم برای میگم این وقت خوب شد که این اتفاق افتاد. من وینتر گلد بیشتری در آورد، 1100 تا در آورد، ولی خب بازم کم. آخرین که نه، یکی مونده با آخرین تاور بیرون رایسشون دارن میدن. یک نداره پاسیل دیگه کرده. آها میرم واسهش بی کی بیشو یوز میکنه، آیو رو باید بگیرن، ریلوکیت نداره. خود ریالیتی دراگون تیلو میزنه به کچل. دیکو بیبی فایرش میزنه تمامش میکنه، بانلس و زیرا آتوز بگیرن گفتن نیمونه. آیو لشراک دیگه داشتن. آیو لشراک واقعا سخته، هیلی که آیو میده، لشراک هم که بی کی بی آورده، ول امپی هم که با اوورچارج بهش میده که دیگه یعنی عشق کندی میپره. آره. این بعد دراگون دیلو میزنه و تو استانلاک فانتاسما رو تمامش میکنن. کچل میخواست بده لاین رو کات کنه، همین کارم میکنه، شاردش هم اومده. جی جی رو میده پاسیل، پاسیل آره جی جی رو داد و جی جی رو دادن و گیم دوم. اولش خیلی خوب پیش رفت، میگم اولش پیکای وینتر رو خیلی دوست داشتم، ولی یه ذره که گذشت دیگه سخت شد دیگه. اون برام خیلی چیز جالب کانتر کردن تینکر رو، یعنی این هارپی خیلی کانتر خوبی بود، خیلی خوش آمد. هم تینکر هم مانکی و آلتمیک هلم خرید آرامیس دیگه، اصلا هیچی نخرید، ایتوس و دیسکورد و این چیزا نخرید. یه هارپی ویژن کامل فلاینگ هر جو تینکر باشه پیداش میکنن. خیلی هم خوب رفتن دیگه، رفتن تو قشن زورشون میرسید. نیکو تا دقیقه 16-17 2-0-1 همش، یعنی قشنگ فارمارم رو کرد، رادیانس رو آورد. آره بازی تو همون 15-16 دقیقه اول بازی اصلا تو فایت هم هیچ تأثیر اصلا نبود. سر پاوراپا ببین پاسیل پاره کردن، خیلی خوب اضافه می شدن سر پاوراپا اول بازی ها. نیست جفت چیزا جفتشون دوتا به ریستر چیز خریده بودن، هم نیکو بیبی هم چیز هم مار سول رینگ به ریسر اینا خریده بودن، بعد نمی موردن که واسه همین ساپورتر راحت ولش رو میکردن میومدن وسط، اصلا برشون مهم نبود. اگه قرارم بود بمیرم بعد 4 تا هیرو مثلا اضافه میشدن اونجا که بکشن. بازی یه جا میتونست ورگرده، اونجایی که کچل اومد پایین بعد خود علیو کشتن، کچل تیپی کرد رفت، مارس زنده موند. اونجا یه ذره اگر میکشتم مارسا رو وضعیت علی خیلی بهتر از این حرفا میشد، حداقل توی لاین. اسکور بردم بریم چک کنیم، 22 دقیقه بازی طول کشید، 30 تا کیل برای بچه های الانیس، 9 تا کیل برای بچه های وینتر. بیشترین دمجدان بازی هم که مشخصه وی ها با 27 کی، بقیه 8 کی، 9 کی، اصلا دمج ندادن بقیه، بچه وینتر بیشتر دمج دادن.
نشد دیگه. بعد جالبه 9 کی فقط آیو هیل داده، یعنی اندازه دمیج نیکو بیبی فقط آیو هیل داده، حساب کن خودت.